سلام خوش اومدید به کلاس درس میخوایم با همدیگه مبحث پیوستگی رو ادامه بدیم و میخوایم راجع به چند تا نکته مهم در پیوستگی صحبت بکنیم اولین نکته رو من میخوام با یک مثال شروع بکنم پس مثالی که میخوام شروع بکنم اینه که آیا تابع Fx x مساوی با x به توان دو منهای یک تقسیم بر x منهای یک در x مساوی با یک پیوسته است پس میخوایم با هم دیگه این سوال رو بررسی بکنیم خب شرط پیوستگی چی بود؟ شرط معروف پیوستگی این بود که حد x به سمت a fx مساوی باشه با مقدار خود تابع در اون نقطه من میدونم که من میتونم این حد رو حساب بکنم از مبحث حتما حد من مطمئنم شما میتونید این حد رو حساب بکنید پس بیایید با هم دیگه تمرینش بکنیم حد X به سمت یک Fx یعنی X2 منهای یک تقسیم بر X منهای یک مساوی میشه با حد X به سمت یک X منهای یک در X به علاوه یک تقسیم بر X منهای یک من فقط صورت رو تجزیه کردم و این دوتا رو اگر من با هم ساده بکنم این مساوی میشه با حد x به سمت یک x و علاوه یک که این مساوی میشه با دو و بنابراین در این معادله در این تعریف پیوستگی من این رو حساب کردم حالا باید برم f a رو حساب بکنم یعنی مقدار تابع در نقطه یک رو خب به این تابع نگاه بکنید یک مشکلی وجود نداره برای محاسبه مقدار این تابع در نقطه یک مطمئن وجود داره چه مشکلی؟ مشکلی اینه که اصلا دامنه این تابه ایکس های متعلق به آر هستن یعنی اعداد حقیقی به قسمی که x مخالف با یک باشه یعنی ایکس مساوی با یک اصلا جز دامنه این تابه نیست و بنابراین این تابع در x مساوی با یک تعریف نشده است و بنابراین من اصلا نمیتونم مقدار تابه در نقطه A ای رو اینجا حساب بکنم که ای هم البته اینجا یک هست و بنابراین من اصلا نمیتونم راجع به پیوستگی صحبت بکنم بنابراین من میتونم اینجا یک نکته کلی رو بنویسم شرط صحبت از پیوستگی یک تابع در یک نقطه آن است که آن تابع در آن نقطه و البته حالا من اینو هم تو پرانتز می نویسم ولی خب این دیگه جزء تعریف حد هست و یک همسایگی چپ یا راستان اینو بعدا سراغش میاییم حالا تعریف شده باشد چیزی که من امروز میخوام بهش توجه کنیم اینه که باید در خود اون نقطه تابع من مقدار داشته باشه بنابراین اگر یک نقطه جزء دامنه یک تابع نبود اصلا ما نمیتونیم راجع به پیوستگیش صحبت بکنیم این رو همیشه یادتون باشه خب حالا بیایید با هم یک مثال خیلی خوب دیگه حل بکنیم فرض بکنید که من میخوام پیوستگی پس اصلا مثال رو اینجا بنویسم پس این مثال یکمون بود این مثال دومونه من میخوام پیوستگی تابع ج x مسابی با رادیکال x منهای دو را در x مسابی با یک و x مسابی با دو و x مسابی با سه بررسی کنم بررسی کنیم خب اول از همه بیایم ببینیم آیا ما اصلا میتونیم راجع به پیوستگی صحبت بکنیم در این نقاط خب من اول میخوام دامنه تابعه رو به دست بیارم من میدونم برای دامنه تابع ژ باید مقادیر زیر رادیکال مثبت یا صفر باشه بنابراین x منهای دو باید بزرگتر مساوی با صفر باشه بنابراین x باید بزرگتر مساویه با دو باشه من بلا فاصله نتیجه میگیرم که در X مساوی با یک من اصلا نمیتونم راجع به پیوستگی این تابع صحبت بکنم چون ایکس مساوی با یک اصلا جز دامنه این تابع من نیست حالا برای ایکس مساوی با دو و ایکس مساوی با سه چطور بذارید من خورده این سفر رو ببرم بالاتر که بتونیم اینجا با همدیگه دقیقتر صحبت بکنیم خب بذارید من اصلا این تابه رو براتون رسم بکنم تا بهتر است هر حالت ممکنی مفهوم پیوستگی این تابه برامون جا بیفته فرض بکنید این محور x های من هست این این محور y های من هست من میدونم که به ازای x مساوی با 2 این تابه مقدارش میشه صفر و به ازای x مساوی با 3 مقدارش میشه 1 پس این 1 2 3 4 به ازای x مساوی با 6 این تابه مقدارش میشه 2 چون رادیکال 6 منهای 2 میشه رادیکال 4 یعنی دو و این تابه در نهایت یک همچین شکلی حالا خواهد داشت و میره بالا حالا من خیلی دقیق هم نکشیدم همونطوری که میبینید این تابه دامنش دامنش از x مساوی با دو هست تا هر x دیگه مثبتی خب من دیگه اصلا لازم ندارم که پیوستگی تابع در x مساوی با 3 رو بررسی بکنم چرا چون همونجوری که روی این شکل می‌بینید تابع من یک تابعی که پیوسته است یعنی ما از روی شکل هم باید بتونیم تابع پیوسته رو تشخیص بدیم و تابع پیوسته از روی شکل یعنی تابعی که کاملا به صورت متصل حرکت میکنه و هیچ جایی نیست که یک نقطه ناگهان قطع بشه و یک مقدار دیگه‌ای بگیره و بعد دوباره یک مقدار دیگه رو بگیره و در حقیقت یک اتصال یک پارچه اینجا وجود داره و بنابراین در ایکس مساوی با همون همونجوری که میبینید من وقتی که حد رو حساب میکنم یعنی دارم از این سمت به این نقطه نزدیک میشم یا از این سمت به این نقطه نزدیک میشم در هر دو حالت دارم به مقدار تابه در اون نقطه نزدیک میشم بنابراین این تابه در نقطه سه پیوسته است در نقطه دو چطور خب نقطه دو یک نقطه دو یک نقطه که یک نکته ای درش نهفته است و اونم اینه که اصلا من نمیتونم حد چپ رو در این نقطه حساب بکنم و بنابراین ممکنه بگید که خب این نقطه تابه در این نقطه حد نداره اما اگر یادتون باشه ما گفتیم که اگر یک همچین نقطه ای داشته باشیم و بخوایم حد x به سمت دوی jx رو حساب بکنیم این رو در مبحث حد با هم دیگه دیدیم چون تابه اصلا در نقاط کمتر از دو تعریف نشده این حد به صورت خود به خود برابر میشه با حد x به سمت دوی مثبت x یعنی وقتی که از مقادیر مثبت من دارم بهش نزدیک میشم معادل این هست که اصلا دارم حدش رو در اون نقطه حساب میکنم چون اصلا این تابه در نقاط کمتر از دو تعریف نشده و بنابراین این تابه در نقطه دو حد داره و حدش برابر با حدش از سمت راست هست بنابراین یک نقطه نکته خیلی کلی که باید یادتون باشه اینه که در نقاط انتهایی و ابتدایی یک بازه یعنی وقتی که یک تابعی دارید که از یک نقطه شروع میشه یا به یک نقطه خاتمه پیدا میکنه حد تابه در اون نقطه حد تابه از سمت راست در نقطه ابتدایی یا از سمت چپ در نقطه انتهایی هست و شما میتونید از پیوسته تابه در اون نقطه صحبت بکنید خب حالا پس من میتونم این حد رو حساب بکنم و بگم که این مساوی میشه با حد x به سمت دوی مثبت رادیکال x منهای دو که این هم با همون خواص ابتدایی حد که خوندیم برابر میشه با رادیکال دو منهای دو که این مساوی میشه با صفر بنابراین حد تابه در این نقطه صفر هست از روی شکل هم میشه دید دیگه هر چقدر ما به دو نزدیکتر میشیم از سمت راست مقدار تابه یعنی وای به صفر نزدیک و نزدیکتر میشه و خود مقدار تابه در نقطه دو, دو چقدر هست یعنی J2 مساوی با چی هست؟ خب J2 مساوی هست با رادیکال دو منهای دو مساوی با صفر بنابراین حد تابه برابر شد با مقدار تابه بنابراین تابه در x مساوی با دو پیوسته است خب من میخوام این ویدیو رو با یک نکته و یک تمرین به پایان ببرم بذارید باز هم کمی بیارم صفحه رو بالاتر خب بنابراین من میخوام این نکته نهایی رو بگم و اونم اینه که پیوستگی یک تابه به معنی پیوستگی آن در تمام نقاط دامنه آن است من اینو در ویدئوی قبل هم گفتم اما الان برای شما مفهومش بیشتر جا افتاد که چرا این دامنه مهم هست مثلا سوالی که میخوام شما بهش فکر بکنید این هست که من اگر تابع fx مساوی با یک ایکس رو داشته باشم این تابه اصلا در x مساوی با صفر ما راجع به پیوستگیش نمیتونیم صحبت بکنیم چون جزء دامنه تابه نیست و بنابراین این تابه یک تابه پیوسته هست من این رو میخوام خودتون نشون بدید یعنی نشون بدید که این تابه در همه نقاط به غیر از x مساوی با صفر یک تابه پیوسته است و چون x مساوی با صفر جزء دامنش نیست ما میگیم که تابه یک x ایک کلا پیوسته است